هزینه های مربوط به برق و گاز و آب و فاضلاب و اینا که تو آلمان کلا بالا هستش ولی به یه سری نکاتی باید دقت کنید که بتونید همین هزینه ها رو به حداقل ممکن برسونید این مبحث مهمیه علتش هم که این ویدیو رو میخوام درست کنم نامه ای هستش که از شهرداری هانوفر گرفتیم بابت پرداخت دوباره برای فاضلابمون یه نامه ای که هفته پیش به دست ما رسید و مجبور شدیم که 350 یورو یعنی مجبورمون کردن 350 یورو پول اضافه تر برای فاضلاب به پاسال خونمون بدیم سال 2019 راجع به هزینه ها در آلمان یک ویدیو بسیار بسیار مهم من درست کردم که من پیشنهاد میکنم اگر قصد آلمان اومدن دارید حتما اون ویدیو رو ببینید لینکش رو این بالا براتون میذارم یکی از مهمترین ویدیوهایی هست که باید حتما یه نفر ببینه قبل از اومدن به آلمان و اما هزینه آب و فاضل آب در آلمان چقدره خیلی ساده هزینه ها رو اول بهتون میگم بعدم میگم چیکار کنید که هزینه هاتون کم بشه هزینه آب در آلمان این شکلی محاسبه میشه یه مبلغ پایه از شما میگیرن و یه مبلغ هم به میزان اینکه چقدر آب مصرف کردید باید در سال بپردازید مبلغ پایه اینجایی که ما هستیم 100 یورو هست در سال و مقداری هم که باید بپردازیم برای هر متر مکعب یک یورو 65 سنت حدودا هستش حالا به این 7 درصد مالیات بر ارزش افزوده یا همون امزاد شتویا مرور هم اضافه میشه بابت فازلاب هم شما باید برای هر متر مکعبی که فازلاب مصرف میکنید بیاد یه مبلغ اون رو فکر میکنم یک و نو، شست یک یک و, پنج، شست و پنج، هفتاد سنت باید پرداخت کنید اینکه حالا تو شهرهای دیگه این مبلغ فرق میکنه یا نه اینو من نمیدونم اینا رو راجع به هانوفر هست که دارم بتون میگم پس تا اینجا خیلی ساده بود شما فرض بکن در سال 100 متر مکعب در یک سال مصرف کردی 100 یورو باید برای پایه مبلغ پایه بدی و 100 ضرب در یک ممیز شست و 65 هم حالا اون هفت درصدش هم میتونی اضافه کنی باید برای مقدار آبی که مصرف کردی بدی پس هزینه آبمون شد یه چیزی هلوش 270 یورو در سال حالا مبلغ فازلاب چقدر؟ اونم هم همین 100 متر مکعب ضرب در عدد یک مامای 65 بگیم 165 170 یورو هم برای فاضلا باید بدید حالا نکته کجاست نکته اینجاست که شما اگر برای آبیاری حیاتتون مجبور باشید از این ده لیتری ها برای هر درخت در هر روز بدید یه مبلغ بسیار زیادی شما باید برای آب اضافه بدید برای آبیاری حیاتتون که اگه آب ندید خشک میشه تو تابستان و مبلغی که اضافه باید بدید ولی اصلا استفاده نکردید مبلغ فاضلاب هستش مبلغی که شما برای فاضلاب میدید چیزی هستش که در خونه مثلا دستشویی حمام توالت فاضلابش میره داخل کانال فازلا ولی این آبی که من میدم پای درختها که نمیره تو چاه فازلا پس چه اتفاقی میفته اینا میان میگن آقا ما کلا یه کنتور داریم ما نگاه میکنیم هر چی شما آب مصرف کردی میایم اینو میگیم همون مقدار هم فازلا آب مصرف کردی این دیگه مشکل خودته که حالا آب به درختا دادی یا نه این مطلب رو خیلی از دوستان نمیدونن و بعد تعجب میکنن چرا مبالغ هنگفت باید پرداخت کنن این همون نکته هست که خیلی دوستان بهش توجه نمیکنن خیلی عزیزان هستن مثلا یه آقا خانومی زندگی میکنن در آلمان و جفتشون سر کار میرن اونجا نصف روزه که اونجا هستن اصلا از خونه نیستن که بخوان اینجا از دستجویی استفاده کنن که حالا فاضلاب مصرف بشه بعد دوباره مثلا دو تا باشگاه ثبت نام کردن و اونجا میرن دوش میگیرن حمام میکنن و اصلا دیگه خونه هم حمام زیاد استفاده نمیکنن که باز از فاضلاب بخوان استفاده کنن و باز میبینن که باید یه مبلغ زیادی برای فاضلابشون بدن این عزیزان خیلی وقتا حیات دارن مثل ما و باید برای گل هاشون از آب استفاده کنن اما اصلا فکر میکنن که خب حالا این آب حساب نمیشه و ما فقط اون فاضلابی که مصرف میکنیم و باید پول ابواسا یا همون فاضلاب رو بدیم اینطور نیست شهرداری میاد چیکار میکنه میاد میگه آقا شما ما یه کنتور آب داری هر چی مصرف کردی ما همون هم فاضلاب در نظر میگیریم حالا راه حل چیه راه حلش اینه که شما یا بیا یه کنتور دوم بذاری کجا همین جایی که الان تو حیات ما این شیلنگ بهش شده یه کنتور دوم بزنی بگی آقا من هر چیزی که برای یه حیات مصرف کنم و تو اون کنتور آخر سال میام بهتون اعلام میکنم و اینا میان اون مبلغ رو از اون چیزی که شما برای فاضلاب استفاده نکردی رو کم میکنن از مبلغ کل و اینجا میتونی یه مبلغی رو شما سیو کنی یه چیزی نزدیک 50 یورو 100 یورو میتونی اینجا سیو کنی اگر مثل ما مثلا حیات داشته باشی یا برای گل و خیلی باید از آب استفاده کنی راه حل دوم چیه؟ رای حل دوم اینه که برای این درخت ها و گل و گیاه ها نه پول فاضلاب بدی نه پول آب یعنی چیکار کنی یه چاه بزنی اگر چاه بزنی هم یه مبلغ اول باید برای خود چاه بدی که مثلا هلوش فکر کنم 600 یورو 700 یورو بعضیا میگن تا 1000 یورو بستگی داره چقدر عمیق بعد اون چاه رو بکنن الان مثلا خونه ما منطقه شوری هستش که شما باید خیلی عمیق بکنید برای همین ما هنوز چاه نزدیم ولی مثلا منطقه ای که پدرم زندگی میکنن در هانوفر اونا منطقه شما 4 متر اگر بکنی به آب میرسی. و خیلی ساده تر هست و ارزون تر هستش اونجا چاه زدن برای خونه شما راه حل سوم چیه که نه پول آب بدیم نه پول فاضل آب برای آبیاری درخت ها اینه که از این آب بارون استفاده کنیم شما دقت میکنید اینجا ما سقف شیروانی داریم بعد اینجا هم همینطور این سقف البته سقف شیرونی نیست ولی کنارش از این ناودونا هستش که آب بارون رو جمع میکنه و الان در وضعیت فعلی ما آب باقی میره در زیر زمین یعنی میاد روی زمین و بعد زیر زمین ازش استفاده نمیشه کاری که میشه کرد اینه که ما آب بارون رو جمع کنیم چه جوری میتونیم این کار کنیم یه سری ظرف های خیلی بزرگی هست مثلا هزار لیتری رو شما میتونید بخرید و یه چیزایی هم هست وصل میشه داخل همین لوله فکر میکنم اسمش ناودون باشه دیگه حالا من شاید اشتباه میگم میره داخل این لوله ناودون و آب میره داخل اون ظرف و شما میتونی این رو ذخیره کنی بعدیش چیه بعدیش اینه که در زمستون اگه اینا یخ بزنه اون ظرف پلاستیکی شما ترک میخوره خراب میشه مثلا 150 یورو پول یه از اون ظرف هزار یورویی دادی و وقتی که یخ بزنه خراب میشه اگر آب داخلش باشه بعد همیشه حواست باشه که یه تایمی در سال اینو بذاری که آب بارون رو جمع کنه مثلا قبل از بهار وقتی که میدونین دیگه هوا به زیر صفر نمیرسه یا اینکه یه جوری بپوشونیش یه جوری باشه که حالا گرم باشه و آبش یخ نزنه خب یه جمع بندی بکنیم و براتون بگم اون نامه‌ای که برای ما اومد و گفت بعد کلی پول اضافه بدید چی بود داستانش و ما چیکار کردیم پس سه تا راه حل شد که شما میتونی اینا رو انجام بدی اگر لوله کشی به حیات داشته باشه میتونی کنتور جداگونه بذاری یه گارتن لا بذاری و اینو بعدن به شهرداری اعلام کنی همیشه از مبلغ فاضلاب کم کنن حل دوم اینه که ورداری چاه بزنی که دیگه نه پول آبشو بدی نه پول فاضلاب رو فقط باید پول برق رو بدی برای اون پمپی که میکشه و یه بارم پول خود چاه رو بدی البته بپرسید از شهرداری خودتون که آیا اجازه دارید چاه بزنید یا نه بعضی جاها اجازه ممکنه نداشته باشید و مسئله سوم هم اینکه شما آب باقی رو جمع کنید و اما نامه چی بود نامه اومد برای ما که شما باید 350 یورو بیشتر بدید برای فقط پاسال و برای امسال هم که تا این چند ماه بازم باید 150 یورو یه چیزی نزدیک 500 یورو بعد اضافه بدید خب من یه پیشنهادی به شما میگم عزیزان هر موقع نامه ای براتون آمد که مثلا یه مبلغ زیادی باید پرداخت کنید بشینید اینو بخونید و بفهمید خیلی وقتا اولش این نامه ها یه چیزای ترسناکی برای ما نگاه میکنیم میگیم آقا اعداد و ارقام نوشته اصلا نمیفهمیم رو نمیفهمیم ببین چند تا کار میتونی بکنی اول اینه که اینا رو بخونی دوم اینه که گوگل کنی تو یوتیوب نگاه بکنی خیلی وقتا راجع بهش یه نفر اومده ویدیو درست کرده توضیح داده مسئله بعدی میتونی بلندشی بری شهرداری و بگی بگی این نرمال نیستش ما چرا اینقدر باید هزینه بیشتر شرح بدیم آرگومنتیرن کنی یعنی بگی که آقا دلایل تو بگی مثلا ما توضیح دادیم گفتیم ما پارسال با ماشینمون رفتیم ایران اصلا چند ماه نبودیم سفر بودیم بعد نمیدونم تابستونش حواسمون بود اینجا زیاد آب مصرف نکردیم چرا بعد این همه پول بیشتر بنیم که خانومه خیلی جالب بود تو پروندهش نگاه کرد تو پرونده ماینی نگاه کرد تو مدارکش و گفتش که آقای آره اشتباه شده ببخشید من برای شما به شاید جدید رو میفرستم به همین سادگی خب خیلی این اتفاق برای من زیاد تکرار شده یه شخصی اشتباه میکنه شما باید بری پیگیری کنی همینجوری علکی نباشه بگی آقا رشنون اومده بعد پولشو بدیم دیگه ای بابا آلمان چقدر گرونه آلمان گرون هست ولی خیلی وقتا میتونی خودت این هزینه رو کم بکنی و مسائل مالی زندگیتو بهتر مدیریت کنی عزیزان اگه از این ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم که با بقیه هم به اشتراک بذاریدش و اگر هنوز تو چنل ما عضو نشدید حتما الان کلیک کنید روی سابسکرایب و عضو بشید و اون زنگوله هم کلیک کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار